هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای عراق یا یونامی در سال 2003 پس از حمله نظامی ایالات متحده و سقوط صدام حسین که منجر به سالها به ثباتی داخلی، تروریسم و خشونت سیاسی گردیده بود تأسیس شد. اما بعد از 20 سال مقامات این کشور به سازمان ملل متحد گفتند که باید ماموریت سیاسی نداره پایان بیابد. نماینده عراق در سازمان ملل متحد میگوید که حالا این کشور با ثبات است، تروریسم مهار شده و مقامات کردی و بغدادی در تلاش هستند تا روی اختلافات موجوده کار کنند. هر دو حزب پیرامون حفظ یک رابطه دائمی با ثبات به ویژه از نظر بودجه و معاش کارمندان کردی و معاشات پیشمرگه ها و نیروهای امنیتی با هم کار می کنند و ما همچنان با تمرکز بر اصول مشارکت و افزایش همکاری های سیاسی بر بنیاد قانون اساسی کار می کنیم. در 8 می بغداد از سازمان ملل متحد خواست تا ماموریت خود را تا ماه جون در این کشور به پایان برساند و تا آخر سال آینده تمام مسئولیت را به نهادهای عراقی انتقال دهد. اما در عراق همه به ترک ماموریت یونامی موافق نیستند. رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای عراق که ماموریتش در ماه جاری به پایان می رسد در جمع‌بندی 5 سالش بیان داشت که با وجود چالش های جدی موجود عراق کشور است که به سوی بهبودی در حرکت است. فساد، جناحگرایی، معافیت از مجازات، مداخله های بیمورد و فعالیت های نیروهای مسلح خارج از کنترل دولت هنوز هم جریان دارد. در حالی که حکومت با این مشکلات مقابله می کند، اینها همه معانی بزرگ می باشد که باید مهار شود. این در حال است که 5 روز پس از ایجاد یونامی در ماه آگوست سال 2003 یک بمبگذار انتحاری یک لاری پر از مواد منفجره را در بیرون این مقر سازمان ملل متحد در بغداد منفجر کرد که در نتیجه آن 22 کارمند کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی گردیدند. هرچند این سازمان به هدفی که در این کشور ایجاد شده بود دست نیافت، اما به کارش ادامه داد. دوره کنونی هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای عراق یا یونامی در پایان ماه می به پایان می رسد و شورای امنیت در روزهای آینده تصمیم خواهد گرفت که چگونه به درخواست عراق مبنی بر پایان این ماموریت در آن کشور پاسخ دهد.